به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. مردی در غور برادرش را کشت. منابع روز یک شنبه در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که یک مرد حوالی ساعت 4 عصر دیروز در منطقه سنگان ولسوالی پسابند ولایت غور برادرش را به قتل رسانده است. به گفته منابع، مقتول عبدالغنی نام داشته است. تا کنون علت و انگیزه این قتل مشخص نشده است. طالبان در غور تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. آموتیوی گزارش می‌دهد. شام پنجشنبه هفته گذشته یک عضو ارتش حکومت پیشین در منطقه حسین خیل ولایت بغلان از سوی افراد ناشناس و ضرب گلوله کشته شد. سیف الله حسین خیل باشنده اصلی روستای حسین خیل در واحد مخابره‌ای ارتش در دوره جمهوریت بود. در ولایت سرپل ایفای وظیفه میکرد. او شام پنجشنبه همراه با پسر 19 سالش به نام امید و دولت خان در نزدیکی خانهشان نشسته بود که افراد مسلح ناشناس بر آنان حمله کردند. در نتیجه سیف الله و امید کشته شد و دولت خان به شدت زخم برداشته است. از سیف الله 2 دختر قد و نیم قد باقی مانده است. امید 19 سال سن داشت و تنها نانآور خانواده 9 نفرش بود. او که پسر بزرگ خانواده بود، تازه از مکتب فارغ شده بود و با کار خیاطی هزینه خانواده اش را تامین میکرد. نزدیکان او میگویند که سیف الله حسین خیل پس از سقوط حکومت خانه نشین شده بود، اما به درخواست دوباره طالبان به وظیفه‌اش بازگشته بود. او در این مدت مورد پیگرد طالبان نیز قرار داشت. یکی از دوستان سیف الله که نخواست نامش در این گزارش آورده شود گفت سیف الله با کسی دشمنی شخصی نداشت و تنها یک دشمن داشت که طالبان بودند، چون بارها او را تعقیب میکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر از نحوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان و پیامدان انتقاد کرده و بدترین روز در تاریخ آمریکا خوانده است. ترامپ در سخنرانی انتخاباتی اش در کارولینای شمالی گفته است که شیوه نادرست خروج نیروها توسط جو بایدن زمینه حمله پوتین و اوکراین را فراهم کرد. او همچنان افزوده است که میلیاردها دلار سلاح‌های پیشرفته آمریکایی از جمله دوربین‌های دید در شب به دست طالبان افتاده که این گروه را قادر به عملیات در شب کرده است. او افزوده است طالبان هرگز قادر به جنگ در شب و دلیل نداشتن دوربین دید در شب نبودند، اما ما هزاران مدل جدید آن را به آنها دادیم که خیلی بهتر از خود ما است. بهترین مدل جدید است. ترامپ گفته است ما یک ارتش بیدار داریم که میتواند بجنگد، همان طور که در افغانستان ثابت شد پیروز شود. ارتش ها بسیار عالی هستند، اما رهبری مایه آبروریزی است. رئیس جمهوری پیشین آمریکا خطاب به هوادارانش گفته است سرتان را بالا ببرید، ما عالی عمل کردیم. آنان یعنی طالبان به ما احترام میگذاشتند. شیوه کاهش و خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و سقوط کشور و دست طالبان یکی از بحث‌های جدی در انتخابات پیشروی آمریکاست. از سوی دیگر ترامپ میگوید آمریکا با بیرون کردن نیروهایش از افغانستان میدان هوایی بکرام را رها کرد و حالا این میدان در اختیار چین است. به گفته ترامپ او به خاطر افغانستان نگران بکرام نیست، اما نگرانیش از آنجاست که این میدان از جایی که چین بمهای هسته‌ای میسازد تنها 1 ساعت دور است. و در پایان، حمله پهپادی بر وزارت دفاع. وزارت دفاع ایران یک شنبه با نشر بیانیه از حمله پهپادی به یکی از تأسیسات این وزارتخانه در شهر اصفهان خبر داده است. وزارت دفاع ایران در این بیانیه این حمله و انفجار در تأسیسات این وزارت را تایید کرد، اما آن را حمله ناموفق خواند. در بیانیه وزارت دفاع ایران آمده است که این حمله با استفاده از ریسپرنده ها صورت گرفته که یکی از آنها مورد ثابت پدافند هوایی قرار گرفته و دو فروند دیگر در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شده است. وزارت دفاع ایران همچنین گفته از این حمله تلفات جانی نداشته و آسیب جزئی به سقف کارگاه وارد کرده است. تشکر از توجهتون. تا درود دیگر و درود.